بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان گرامی، امیدوار هستم در صحت کامل باشید. محسن زینعلی هستم و موضوعات مربوط به ریاضی صنف 11 را کار میکنیم. آخرین موضوعی که خوانده شد مربوط به معادلات مثلثاتی بود. معادلات مثلثاتی حالت اول و حالت دوم که دارای نسبت مثلثاتی ساین و کوساین باشه را خواندیم. درس امروز ما به ادامه درس روز گذشته معادلات مثلثاتیه. امروز حالت سوم و چهارم میخوانیم. در معادلات مثلثاتی هدف ما دریافت زاویه ای هست که اگر به جای زاویه ها در اون معادله قیمت گذاری شود، هر دو طرف با یکدیگر مساوی شوند. خب معادله در حقیقت میتونیم یک ترازو را در نظر بگیریم که برای قیمت ها هر دو طرف مساوی شود، هر دو طرف جواب مساوی به دست بیاید. او تو یک رابطه را ما در ریاضی به نام معادله یاد میکنیم و شکل هایی را داریم، مثلث هایی را داریم که اضلاع داده شده و زاویه خواسته شده. شما باید وار بتانید با در نظر داشت زاویه های مشهور یا جدول مثلثاتی قیمت زاویه را مشخص کنید. حالت سوم سوالاتی است که ای تانجانت اکس جمع بی مساوی صفر همین تو یک شکل داشته باشند. مثال اول تانجانت اکس منفی جذر 3 مساوی صفر. خوب دقت کنید که در این معادله تانجانت x منفی جذر 3 مساوی 0 قیمت x چی رقم به دست آورده میتونیم؟ سوال من نوشته میگنیم سوال تانجانت x هست منفی جذر 3 مساوی 0، یعنی برای کدام قیمت های x این سوال نتیجه و یا حاصلش 0 است. خب مرحله اول معلوم و مجهول است، تانجانت x خودش است، جذر منفی جذر 3 را این طرف میاریم مثبت جذر 3. تانجانت کدام زاویه جذر 3 هست یا تانجانت کدام زاویه برابر یه عدد شده میتونه؟ آفرین، تانجانت 60 درجه جذر 3 هست. پس x مساویه با پای بر 3، 60 درجه پای بر 3. خب خوب دقت کنید تانجانت که هست، تانجانت x نظر به درس‌های ریاضی میل خط است، میل خط. پس تانجانت در این ناحیه هم مثبته، در این ناحیه هم مثبته. پس ما میتونیم نوشته کنیم که پای جمع پای بر 3 در این ناحیه واقع شوه، پای جمع پای بر 3. به همین دلیل ست حل تانجانت که پای جمع تیتا هست. این دفعه دو کپای نیست، کپای چه در این ناحیه بیایه چه در این ناحیه بیایه ست حل شده میتونه. پس ست حل عمومی را به این صورت میگیم، ست حل x توری که x مساوی شود به دو کپای جمع تیتا. برای تو یک قیمت ها صحیحه و که هم خود شامل اعداد تام، اعداد صحیح است، 0 مثبت منفی 1 مثبت منفی 2 برای تک قیمت ها. این سوال حل شد، سه تلش پیدا کردیم. با معذرت این قسمت کپای هست، در ساین و کوساین دو کپای، در تانجان و کوتانجان کپای. بسیار دقت کنید غلط نشه از پیشتان. خب سوال دیگه که داریم تانجانت x مثال دوم را خوب دقت کنید، بسیار یک سوال ساده. معادله زیر را حل کنید، تانجانت x مساوی 1 بر جذر 3. خب سوال ساده ای است، زاویه مشهور است، تانجانت x مساوی 1 بر جذر 3. تانجانت کدام زاویه 1 بر جذر 3؟ ناطق نشده، ناطق شده. تانجانت کدام زاویه جذر 3 بر 3؟ آفرین، 30 درجه. بر رادیان چقدر میشه؟ پای بر 6. ست حلش یاد گرفتی، ست حل x است توری که x مساوی است به که پای، بخاطری که تانجانت است که پای جمع تیتا، تیتا اینجا چند است؟ پای بر 6. که پای جمع پای بر 6. این ست حل سواله، که شامل اعداد تام بوده. اگر سوال ما تانجانت x بود این ست حل را کار کرده میتونیم. مثال سوم
ست حل این معادله را در فاصله صفر الا دو پای بعد از داورید. سوال خوب دقت کنید، این بار سوالی که آمده تانجانت 2x، تانجانت 2x منفی پای بر 4، منفی پای بر 4 مساوی است با مساوی با تانجانت x جمع پای بر 3. خب در حل سوال از هر دو طرف تانجانتا صرف نظر و کپای به خاطر ست حل باید علاوه شود. 2x منفی پای بر 4 مساوی است به کپای جمع زاویه که اینجا داریم x جمع پای بر 3. معلوم و مجهول شود x ایسو بیاریم منفی پای بر 4 ایسو ببریم. 2x منفی x مساوی به کپای جمع پای بر 3 جمع پای بر 4. خب 2x منفی x مساوی به x که پای خودش است، اگر این کسر جمعش کار کنیم 12 مخرج مشترک 3 پای جمع 4 پای 7 پای، 7 پای بر 12. قیمت x مساوی شد به که پای جمع 7 پای بر 12. خب انالی گفته شده از 0 تا 2 پای، از 0 تا 2 پای، از 2 پای زیاد نشه. اگر 0 اینجا بانیم و جای که 0 بانیم که را 0 قیمت بدیم، خب این 0 ضرب پای 0 خلاص، یک جواب معادله 7 پای بر 12 هست. اگر پای را یک قیمت، اگر که را یک قیمت بدیم، خب یک ضرب پای پس خود پای جمع 7 پای بر 12. دیگه دو را قیمت داده نمیتونیم به خاطری که میشه 2 پای جمع عدد از انتروال خارج شد، از 2 پای زیادتر شد. پس در حل سوالات مربوط به تانجانت هم از همین تو یک رابطه استفاده کرده میتونیم. و حالت چهارم، اگر سوال ما به شکل A کوتانجانت X جمع B مساوی 0 بود، A تو یک سوال را چی رقم کار کنیم؟ مثال اول است، دقت کنید، کوتانجانت x منفی 1 مساوی 0. قیمت x در این معادله مثلثاتی خواسته شده. خب معادله ای که در این قسمت داده شده و قیمت x خواسته شده از جنس کوتانجانت است. کوتانجانت x منفی 1 مساوی 0. منظور سوالیه ما چه زاویه ای را به جای x در این معادله بانیم که هر دو طرفش مساوی شود. خب اول کوتانجانت x، اول کوتانجانت x خودش است، منفی 1 او طرف میبریم مثبت 1 میشه. این مرحله اول معلوم و مجهول. به نظر شما کوتانجانت کدام زاویه 1 هست؟ آفرین، 45 درجه. تانجانت 45 و کوتانجانت 45 یک هست، هر دویشان تانجان و کوتانجانتشان مساوی به یک هست. پس قیمت x کمترین زاویه در این سوال مساوی شد به پای بر 4. 45 درجه برادیان پای بر 4. اگر x 45 درجه باشه، 45 درجه کوتانجانتش یک هست. خب ما در ادامه به خاطر دریافت ست حل وقتی کوتانجانت یا تانجانت هست گفتیم که پای علاوه میشه، که پای جمع پای بر 4، یعنی بجه که میتونیم قیمت ها رو بانیم، یعنی پای جمع پای بر 4 یک ست حل است، دو پای جمع پای بر 4 دیگه حل است، سه پای جمع پای بر 4 دیگه حل است. به همین ترتیب زاویه های منفی هم شده میتونه، برای که قیمت های منفی هم گرفته میتونیم. خب این مثال حل شد. مثال دوم کمی باید دقت شه. سال گذشته همین سال در کانکور هم آمده بوده، کوتانجانت 3x مساوی به کوتانجانت x، قیمت x در این معادله خواسته شده. برای کدام اعداد، برای کدام قیمت ها هر دو طرف این مساوات با همدیگه مساوی شده میتونه؟ هر دو طرف کوتانجانت x هم داریم. سوالی که در این قسمت آمده این بار کوتانجانت 3x است مساوی به کوتانجانت x،
قیمت x در این معادله خواسته شده. خب کوتانجانت 3x است، کوتانجانت صرف نظر 3x میمانه، این طرف هم کوتانجانت صرف نظر x میمانه. پس نوشته میگاریم 3x مساوی، خب این سوال ست حلش که پای جمع x است. اگر مثبت x این طرف بیاریم 3x منفی x مساوی به که پای، خب 3x است منفی x شود 2x میمانه مساوی به که پای. هر دو طرف را به دو تقسیم میکنیم، x مساوی است به که پای بر دو، یعنی بر قیمت پای بر دو کر یک قیمت میدیم، پای بر دو بر قیمت کر دو قیمت میدیم، دو به دو خلاص پای، سه پای بر دو، چهار پای بر دو. برای این قیمت ها هر دو طرف این مساوات با یک دیگه مساوی هستند. خب کمترین قیمت مثبتش پای بر دو هست، به جای که یک قیمت بدیم کمترین قیمت مثبت پیدا میشه که چنده، و با معذرت صفر هم اگر اینجا قیمت گذاری شوه یکی از جواب ها شده میتونه، صفر، یک، منفی یک، ولی قیمت مثبتشان از یک باید شوه، یک اینجا قیمت گذاری شه که ست حل بدست بیایه. خب شما چهار نوع معادله را حلش یاد گرفتید، معادلاتی که دارای ساین، دارای کوساین، دارای تانجانت و دارای کوتانجانته. بسیار دقت کنید که اگر ساین یک زاویه یا کوساین یک زاویه بیشتر از یک شد یا کمتر از یک شد دارای حل نیست، بین منفی یک یا مثبت یک دارای حل هست، ولی تانجانت قیمت‌های بیشتر از یک هم گرفته میتونه، مثلا تانجانت 60 درجه جذر 3 هست که 1.7 است، پس تانجانت قیمت‌های بیشتر از یک هم گرفته میتونه و دارای حل هست. مثال‌هایی به خاطر کار خانگی انتخاب شده، سوال‌ها را با دقت کار کنید و دقت کنید که آیا این سوال دارای حل هست یا دارای حل نیست. ممکنه بعضی سوالا نظر به ای که ساین و کوساین بیشتر از یک یا کمتر از یک شد دارای حل نباشه. سوال بخش بی را بسیار دقت کنید، در این سوال هم تانجان داریم و هم کوتانجان داریم، باید شما این سوال ضرب تانجان یا کوتانجان بزنید که در نتیجه یک معادله درجه دو به دست می آید. اون معادله درجه دو را کار کنیم که قیمت تانجان بعد از بیا که چنده، که البته همینطور یک موضوع حلشان در درس‌های بعدی هم خوانده میشه. شاگردان گرامی تشکر که تا این لحظه را با ما بودید، تا برنامه بعد خداحافظ و ناصرتان.